سلام عرض می کنم خدمت تمامی دوستان و همراهان مارکت نیوبی. امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه و دنیا به کام. امروز در خدمتتون هستیم به خاطر اینکه یکی از دوستان عزیز مارکت نیوبی تقاضا کرده بود که ما تحلیل بنیادی داشته باشیم بر روی شرکت دیجیتال توربین. خب امروز طبیعتاً روی این کار میکنیم و امیدوارم که اون دوست عزیز و بقیه دوستان مارکت نیوبی از این پرزنتیشن لذت ببرن و اطلاعات مورد استفادهشون قرار بگیره. شما هم میتونین اگر که شرکتی هست مد نظرتونه، دوست دارین که تحلیل بنیادیش رو بدونین، حتما میتونین زیر این پست کامنت بذارین یا اینکه با دوستان عزیزمون در مارکت نیوبی تماس بگیرین و بگین و ما سعی میکنیم که براتون این تحلیل های بنیادی رو بر روی شرکت هایی که مد نظر شما هست رو تا اونجایی که امکان داره انجام بدیم. خب بذارین شروع کنیم با شرکت دیجیتال توربین. شرکت دیجیتال توربین در واقع یه شرکتی هست که تو زمینه مارکتینگ کار میکنه، مارکتینگ دیجیتال. این شرکت دیجیتال توربین سال 1998 در واقع تأسیس شده و هدکوارترش تو آستین تگزاس هستش. تعداد امپلویاش 207 نفره، چون که بیشتر کارشون رو دیجیتال انجام میدن طبیعتاً زیاد به امپلوی نیازی ندارن و میتونن شرکت رو با همین تعداد امپلوی هم ران بکنن. این شرکت همونجوری که حدس میشه زد از اسمش یه شرکت تکنولوژی هست، تیکرش اپس هست. حالا وقتی که من توضیح بدم بهتون که در واقع این شرکت چیکار میکنه، شاید براتون بیشتر قابل لمس باشه چرا اینا این تیکر رو واسش انتخاب کردن، APPS. شرکت تکنولوژی هست، طبیعتاً استاکش در بازار نزدک ارائه میشه، سکترش تکنولوژی سرویسز و اینداستری که توش کار میکنه در واقع اینترنت سافتور اند سرویسز هستش. شرکت دیجیتال توربین وقتی که شروع کرد به کار، هدفش این بود که روی اپلیکیشن ها برای تلفن های همراه و تلفن های هوشمند و همینطور تلویزیون های هوشمند کار کنه. در واقع این شرکت میاد چی کار میکنه؟ این شرکت قسمت های مختلفی داره برای مارکتینگ. یکی از اونها داینامیک اینستاله. در واقع شما وقتی که میرین یه تلفن همراهی رو میخرین یا یه تلویزیون رو میخرین، از پیش یه سری اپلیکیشن ها روی اونا اینستال شده. دیجیتال توربین یکی از کاراش اینه که با مثلا رایزن، AT&T یا شرکت های بزرگی که پرووایدر کامیونیکیشن هستن تماس میگیره، با اونا پارتنرشیپ داره یه جوری و میتونه اگر که شما یه اپلیکیشنی دارید رو میتونه اونجا پروموتش کنه و ازشون بخواد که اپلیکیشن شما رو به عنوان پری اینستال قرار بدن توی اون سیستمش، حالا چه تلویزیون باشه چه تلفن همراه باشه. البته باید بگم که بیشتر تمرکزشون روی تلفن همراه هست، چون که خب بالاخره اپلیکیشن هایی که برای اون سیستم ساخته میشه خیلی تعدادش بزرگتره، برابر این مارکتینگ بر رویش ارزش بیشتری هم داره. یه کار دیگه ای که انجام میده در واقع ستاپ ویزارده. شما وقتی یه تلفنی رو میخرین یا یه تلویزیون در واقع هوشمندی رو میخرین که این روزا دیگه همه تلفن ها و همه تلویزیون ها فکر میکنم هوشمند هستن، دیگه نیازی نیست من تکرار کنم که اسمارت تیوی و اسمارت فون، وقتی که میخرین باید ستاپش رو کنید. ازتون اسمتون رو میپرسه، یه سری مشخصات میپرسه، وصل به وای فای و بعد از اون شروع میکنه شما میتونید روش برین در واقع اپلیکیشن هایی که دوست دارین رو اینستال کنید. این کاری که میکنن به پروفایل شما نگاه میکنن، به سنتون رو نگاه میکنن، به جنسیتی که دارید مرد هستید یا زن هستید و در اون محل جغرافیایی در دنیا که زندگی میکنید نگاه میکنن و همچنین به اون تلفن یا اون تلویزیونی که خریدید مدلش نگاه میکنن، بر اساس اونها بر اساس الگوریتمی که دارن تشخیص میدن که یه سری اپلیکیشن ها ممکنه که مورد توجه شما قرار بگیره. بنابراین آردی اینا کار مارکتینگشون رو با یه سری شرکت هایی که اپلیکیشن نوشتن شروع کردن، اون اپلیکیشن ها رو میارن به شما معرفی میکنن. حتما دیدین وقتی که شما، البته اینا فقط واسه اندروید کار میکنن، وقتی که سیستمتون رو ستاپ میکنین اون کار اولیه تلفن و تلویزیونتون رو انجام میدین، به صورت اتوماتیک
اینا میان به شما یه سری اپلیکیشن ها رو پیشنهاد میکنن که اینستال کنید. خب همینا یه قسمتی از کار دیجیتال در واقع توربان هست که انجام میده. اونا میان این چیزایی که شما میبینید اونجا بهتون پیشنهاد میده، یه کار مارکتینگی که انجام داده. خب تقریبا روزی 6000 تا اپلیکیشن اضافه میشه به اندروید و فکر کنید روی روزی 6000 تا اپلیکیشن چقدر سخت میتونه باشه که یه شرکتی سعی کنه که اپلیکیشن خودش رو در واقع بیاد پروموت کنه، بیاد نشون مردم بده، بهشون بگه بیاد اپلیکیشن رو بگیرید. خب اگر که همون اولی که شما تازه ستاپ کردین تلفن یا تلویزیونتون رو بتونید این امکان رو داشته باشید که اون اپلیکیشن رو ببینین، خب چانس این که اون اپلیکیشن رو نصب کنین خیلی میره بالا و میتونه بسیار کاربردی باشه واسه اون شرکت سازنده اپ و میتونه چقدر تعدادش رو بالا ببره. یه جای دیگه که کار میکنه دیجیتال توربین، من زیاد اهل بازی روی تلفنم نیستم ولی خب بالاخره من هم یه چنتایی داشتم و اگر که شما حتی یه بارم بازی کرده باشین میبینین که وقتی داریم بازی میکنیم تو همون بازیه میاد بهتون یه سری دیگه بازی‌ها رو پیشنهاد میده که نصب بکنید. اون بازی‌ها در واقع بازی‌هایی هستن که ریلیتد هستن با این بازی که شما دارین میکنید. اینا با الگوریتم‌هایی که دارن بر اساس مشخصات شما حدس میزنن که خب شما که دارید این بازی رو میکنین احتمالا از این بازی هم خوشتون میاد، بنابراین به خاطر مارکتینگی که انجام میدن واسه اون شرکتی که اون اپلیکیشن و بازی رو در واقع تهیه کرده، میان کاری که انجام میدن اینه که اونو به شما معرفی میکنن و به شما میگن که خب حالا که شما دارید اینو بازی میکنین خب بیاین این بازی رو هم امتحان کنین. این کار مارکتینگ انجام میده، کمک میکنه که شما اونو در واقع اینستال کنین. یه کار دیگه که انجام میدن کار نوتیفیکیشنه. حالا شما اومدید یه اپلیکیشنی رو پیدا کردید، اصلا میخواین دنبالش بگردید، میخواین نصبش کنین، شما اصلا میدونید حالا اپلیکیشن چی هستش، حتما واسهتون پیش اومده. وقتی که میرین اونو نصب کنین میبینین که یه سریای دیگه بهتون آفر میشه، شاید اصلا شما یادتون بره دنبال کدوم اپلیکیشن میگشتید، شاید ببینید این خب خیلی بهتره، اون یکی خب خیلی بهتره. اون کانکشنی که بوده بین این که شما بهتون مثلا اون اپلیکیشن رو معرفی شده بوده که میخواستید نصبش بکنی تا اون لحظه که نصبش کنی، بالاخره شرکت های دیگه هم دارن کار مارکتینگ انجام میدن، یه دفعه شما رو که کاستومر یه اپلیکیشن بودی رو میدوزن و کمک میکنن بهتون که اپلیکیشن خودشون رو نصب کنن. ولی دیجیتال توربین، اگر که اپلیکیشنتون رو از طریق دیجیتال توربین بخواید کار مارکتینگشون انجام میدید، بهتون قول میده که فقط با یک کلیک بر روی حالا ادورتایزمنتی که دارن یا هر چیزی که دارن کمک کنه که اون اپلیکیشن رو شما نصب بشه. این کمک میکنه که اگر که من یوزر، من کاربر تصمیم میگیرم یه اپلیکیشنی رو نصب کنم، دیگه در بین راه برام دیسترکشن یا پیش نمیاد که احتمال وجود داشته باشه که دیگه من اصلا اینو نصب نکنم برم یه چیز بهترش رو نصب کنم یا یه چیز دیگه متفاوت‌تر رو نصب کنم. اگه تبلیغی کردن و مارکتینگی انجام دادن و منو جذب کردن که من میخواستم یه اپلیکیشن رو نصب کنم، قطعا اینها میان یه کاری انجام میدن که فقط با یک کلیک من بتونم اون اپلیکیشن رو نصب کنم و قطعا و یقینا مشتری همون اپلیکیشن باشم. کارشون بسیار گسترده است، همونجور که گفتم هدکوارترشون تو آستین تگزاس هست ولی تو تلاویو اسرائیل، تو بمبئی هند، تو آرلینگتون هم شعبه دارن و آفیس دارن و دارن کارشون رو انجام میدن. اینا روی 400 میلیون دیوایس کارایشون رو انجام دادن، مارکتینگشون رو انجام دادن، توی 190 کشور دارن کار میکنن، با سلفون پرووایدرهای مختلف دارن کار میکنن توی 190 کشور مختلف و همچنین با 40 تا پارتنر دارن مثل سامسونگ، با HTC، با دیگر کمپانی ها کار میکنن که بتونن همونجور که گفتم روی اینستالیشن رو داشته باشن برای اپلیکیشن هاشون و بتونن اپلیکیشن هاشون رو همون لحظه که شما تلفنتون رو از باکس در میارین میخواین کارتون رو شروع کنین، این دیجیتال توربین هم شروع میکنه از پشت کار کردن و کمک میکنه که اپلیکیشنی که مد نظرش رو به شما پیشنهاد بکنه. موقعی که شما تلفن سامسونگتون رو در میارید یا پارتنرهای دیگه ای که دارن در میارین، اینا کارشون رو شروع میکنن و سعی میکنن به شما اون اپلیکیشن های مورد نظرشون رو بفروشن که بسیار روش هوشمندانه ایه. قبل از اینکه شما غرق بشید در دریای اپلیکیشن ها، اونها میتونن اون اپلیکیشن های مورد نظرشون رو به شما پیشنهاد بدن. 3 بیلیون اپلیکیشن تا حالا توسط اینا اینستال شده و هنوزم دارن پیش میرن و خیلی موفق بودن تو زمینه کاریشون.
اگه بخوام راجع به اعداد و ارقام این شرکت صحبت کنیم، ارنینگ پر شیرشون 0.44 هست و گروس پروفیت پارسالشون 53 میلیون دلار بوده و ارزش کمپانیشون تقریبا 8.2 دهم بیلیون دلار هستش. 30 جون 2006 وارد مارکت شدن و وقتی که وارد شدن 2 دلار بوده هر سهمی. خیلی جالبه که بدونید که تقریبا از سال 2006 تا همین پارسال 2020 تقریبا میشه گفت فقط قیمت سهامشون تقریبا دو برابر شده بود. ولی وقتی که کووید اتفاق افتاد، خب میدونین دیگه، همه نشستن خونه، همه اپلیکیشن نصب میکردن، میخواستن بازی کنن، میخواستن فیلم نگاه کنن، میخواستن اپلیکیشن های مختلف رو امتحان کنن. به خاطر همین خب مارکتینگ اپلیکیشن هم یه جون خیلی تازه گرفت و خیلی تونستن اینا از این موقعیت استفاده کنن و بتونن به شرکت ها بگن که اگه که میخواین اپلیکیشنتون رو تو این بازار داغ بفروشید، خب ما بهترین سورس هستیم. خب اومدن با فروش خیلی بالایی که داشتن، با مارکتینگ بسیار خوبی که انجام دادن، مشتریای قدرتمندی که گرفتن، اپلیکیشنایی که تونستن به مردم بفروشن، تونستن سود سهام خودشون رو قیمتش رو بالا ببرن که در یک سال گذشته به 97 دلار و 70 سنت هم رسید که یه چیز حدود 1500% سود فقط توی یک سال، نگیم سود، بگیم 1500% افزایش قیمت سهام براشون توی یک سال به ارمغان آورد. میبینین دیگه از 3 دلار 48 سنت رسیدن به بالاترینش که 97 دلار و 70 سنت بود. الان هم در حال حاضر آخرین باری که من چک کردم قیمت سهامشون تقریبا یه چیز بوده 92 دلار بود که هنوزم بسیار بسیار رقم خوبی هست اگر که حسابش رو بکنین از پارسال همین موقع ها که یه چیزی حدوده مثلا 3 دلار و نیم بوده. بنابراین اینا رشد بسیار خوبی داشتن تو سال گذشته. سی ایوشون یا همون چیف اگزیکیوتیو آفیسرشون آقای بیل استون هستش. بیل در واقع از سال 2012 به این شرکت پیوسته ولی از اکتبر 2014 تا به الان سی ای او بوده. قبل از اون اگزیکیوتیو پوزیشن های مختلفی داشته ولی خب با این شرکت کاملا آشنا بوده و تو این شرکت کار کرده. قبل از اینکه بیاد اینجا از سال 2009 تا سال 2011 فعالیتش رو با کوکام و همینطور میدیا افلو تیوی کار میکرده. سال 2009 تا 2011 با این دوتا شرکت بوده. قبل از اون از سال 2007 تا 2009 با شرکت هندگان کار میکرده که این شرکت هم یه شرکتیه که توی زمینه موبایل و اپلیکیشن اینا فعالیت داره. قبل از اینکه خب بالاخره همونجوری که همتون میدونین اسمارت فون ها زیاد عمرشون طولانی نیست، فکر میکنم برمیگرده به تقریبا 14 سال پیش، ولی خب ایشون یه چیز حدود 30 سال تجربه داره در زمینه تلکامیونیکیشن و همینطور تکنولوژی و اپلیکیشن. قبل از اینکه در واقع اسمارت فون ها به بازار بیان، ایشون برای ورایزن، ودافون و ایرتاچ کار میکرده که پرووایدر های سل فون هستن و میتونستن اون ریشه و بنیاد تمام این قسمت های تکنولوژی که با تلفن همراه اتفاق میافتاده از اونجا شروع شده. بنابراین ایشون یه 30 سال هست که از اون اول شروع کرده، از اون پایه یاد گرفته و تجربه کسب کرده تو زمینه کامیونیکیشن. بعد هم که الان میبینیم که حالا رسیدیم به جایی که الان اپلیکیشن و اینا هست، ایشون در اون زمینه هم سالها سابقه داره، حداقل میتونیم بگیم 7-8 سال از عمر حرفه‌ای شو تو زمینه اپلیکیشن و دیجیتال و مارکتینگ سپری کرده. خب لیسانس و فوق لیسانسش هم همینطور در زمینه بیزینس بوده، بی ای گرفته، بیزینس ادمنستریشن داره و همینطور مستر آف بیزینس ادمنستریشن داره یا همون ام بی ای و جفتشون رو هم از دانشگاه رایس یونیورسیتی هیوستون تگزاس گرفته که یکی از دانشگاه‌های بسیار خوب هست. همونجور که میبینین ایشون کاملا از نظر تحصیلات و از نظر تجربه بسیار آدم میتونم بگم که موفقی میتونه باشه در این زمینه. همونطور که میبینی خب بالاخره این شرکت رو تا الان خوب جلو برده. البته باید بگم که خب قضیه کووید هم تونست بهش کمک بکنه که این شرکت یه رشد بسیار بسیار سریع رو در سال گذشته داشته باشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اون دوست عزیزی که تقاضا کرده بود، امیدوارم که اطلاعاتی که دنبالش بوده رو به دست آورده. اگر که سوالی دارین
در مورد این شرکت، یا اگر که کامنتی دارین در مورد این ویدیو یا هر سوال دیگه ای، خوشحال میشیم اگر که کامنتاتون رو در زیر این ویدیو بنویسید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید که بتونیم به همدیگه کمک کرده باشیم. سابسکرایب کردن کانال مارکت بیو بی رم فراموش نکنید که بتونیم به همدیگه یک کمک متقابل کرده باشیم. امیدوارم که روز روزگارتون خوش باشه، دنیا به کام. تا ویدیو دیگه، شما رو به خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار. اگه میخواید تجربه متفاوت از مشاهده ویدیوهای کلی یوتیوب مارکت بیو داشته باشید، اگه میخواید از تازه ترین خبرها، تفسیرها، تصمیمات اداره خزانه داری آمریکا، تاثیراتش بر روی نرخ ارز، شاخص طلا و و و, و خبر داشته باشید، و اگرم میخواید یه نگاهی هم به بعضی خرید و فروش های ما داشته باشید، به کانال خصوصی یوتیوبی مارکت نیوز بپیوندید. کافی این دکمه جوین رو بزنید و با نازل ترین قیمت به کلیپ خصوصی ما بپیوندید. همه چیش هم یوتیوب براتون هندل میکنن. لینک ویدیویی که توضیح میده که کلیپ خصوصی یوتیوبی مارکت نیوز چی هست رو این بالا میذارم. اون ویدیو رو ببینید حتما، قشنگ مفصلا توضیح دادم که این کلیپ خصوصی چی هست، چه لولی داره، چه خدماتی ارائه میده. اگه بازم سوال دارید پای همین ویدیو به صورت کامنت بپرسید، حتما بچه‌ها کامنت‌های شما جواب میدن. کلیپ خصوصی مارکت نیوز در انتظار شماست.